أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عن عبد السلام ابن صالح الحربي قال دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال لي يا أبا الصالت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة من از ابو سلط هروی نقل شده میفرماید روزی خدمت امام رضا علیه السلام مشرف شدم حضرت فرمودند ابو سلط اکثر ماه شعبان رفته تمام شده و این هم آخرین جمعه است بعد سفارشاتی به من فرمودن فتدارک فیما بقی منه تقصیرک فیما مضا من این چند روز آخر رو تدارک ببین اون چیزهایی رو کوتاهیایی کردی روزهایی رو که نگرفتی از کار رو که نخوندی در همین چند روز جبران کن و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک اون کارهایی رو که باید انجام بدهی انجام بده اون کارهایی رو که نباید انجام بدهی انجام نده و اکثر من الدعاء والاستغفار وتلاوه القرآن خیلی زیاد در این چند روز دعا کن استغفار کن قرآن رو تلاوت کن و توب الی الله من ذنوبک توبه کن از گناهانت لیقبل شهر الله الیک به خاطر این که ماه رمضان در پیش رو داری و انت مخلص لله عز و جل چون میخواهی با این آمادگی پاک شده و خالص در ماه رمضان وارد بشی به خدا ولا تدعن امانتن فی عنقک الا ادیدها خیلی این چند نکته آخرش مهم هست مخصوصا بر ما فرمودند امانتی نزدت نباشد مگر این که اون امانت ها رو پرداخت کرده باشی چیزی امانت دستت هست اون رو بده به اصطلاح قرضدار هستی قدر رو بده اینها رو رد کن ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته اینم خیلی مهمه این دو نکته خیلی مهم را انشاءالله یکمی بیشتر روش دقت کنیم و انشاءالله بحث میکنیم در قلبت کوچکترین کینه از برادر مؤمنت نداشته باشی مگر این که اون را پاک کنی ولا ذنبا انت مرتکب گناهی هست مرتکب شدی الا قلعت ان مگر اون که اون گناه را از قلبت از وجودت ریشه‌کن کنی یک عادت بدی داری مثلا نمیدانم غیبت میکنی تهمت میزنی حرف زشت میزنی اینها را از وجودت بکن و اتق الله تقوای خدا را پیشه کن و توکل علیه فی سر امرک و علانیت در همه جا تقوا داشته باش توکل به خدا بکن در همه جا چی در جاهای مخفی چی در جاهای آشکار در اون اتاق گوشه اتاق هم که میری اونجا هم تقوا داشته باش در بحر هم میری در دریا هم میری در خیابان هم میری در همه جا و من یتوکل علی الله فهو حسبه کسی که به خدا توکل بکنه خدا خودش همه کارهاش درست میکنه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا و اكثر من ان تقول این هم خیلی مهم هست خیلی زیاد در این چند روز این جمله رو بگو اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان خدای اگر تا الان از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی فاغفر لنا فيما بقي من خدایا این چند روز باقی مانده مان را ببخش فإن الله تبارک و تعالی خدا یعتق فی هذا الشهر رقابا من النار در این چند روز خیلی انسان ها را از آتش جهنم نجات میدهد لحرمت شهر رمضان به خاطر
حرمت این ماه رمضان. این حدیث در عیون اخبار و رضا وارد شده، ولی خیلی کوتاه من دو تا فراز را خدمت شما به عرض برسانم. این که اول این که اگر دین و دیون مادی هست، اینها را انشالله انسان باید پرداخت بکنه. و دوم این که بالاتر از اون، اگر در قلب انسان کینه‌ای هست، این کینه را از وجود خود پاک بکنه. چرا ما حدیث داریم، حالا فرصتش نیست، که پیامبر گرامی اسلام فرمودن در هر جمعه دوبار اعمال بندگان در نزد امام زمان یا همون امام همون وقت می آید. خب این میگن دوشنبه و پنجشنبه است و خداوند به برکت ولی زمانش همه اینها را می بخشد، مگر این که یک استثناء داره، اون که حقد و کینه داره. من کان بینه و بین اخیه شحناء، مشکل داره، فیقال اترکو هذین حتی یصطلحا، اینها رو بگذارید تا وقتی که با هم به اصطلاح ما آشتی نکردن، تا وقتی با هم قلبهایشان نزدیک نشده، پرونده اینها را بگذارید و اینها را به اصطلاح ما نبخشید. خداوند انشاءالله توفیق این روزهای آخر را بدهد، مخصوصا توفیق ادای امانت و توفیق برطرف کردن کینه و عداوت و دشمنی بین مؤمنین را از همه جا مخصوصا از بین ما بردارد انشاءالله. و همینطور که امام رضا علیه السلام فرمودند، با قلب‌های پاک و خالص شده وارد مهمانی خدا شویم.